أولا أشكر قناة طلوع الأفغانية. نخست از شبکه طلوع نیوز افغانستان سپاسگزاری میکنم که به مقر اتحادیه بین المللی علمای مسلمین آمدند و این مصاحبه را انجام میدهند. طبعا اوضاع افغانستان را بعد از کودتای کمونیستی و آمدن اتحاد شوروی سابق و جنگ هایی که بعد از خروج نیروهای شوروی جریان داشت و با وجود آمدن احزاب اسلامی و سپس طالبان و رویدادهای 20 سال پسین پس از حادثه 11 سپتامبر و جنگ هایی که در 20 سال گذشته جریان داشتند دنبال میکنیم. ما این مسائل را به شکل عمومی پیگیری کرده ایم. هرگاه مردم افغانستان پیروز شوند ما خوشحال می شویم و با درگیری و جنگ میان آنان افسرده و غمگین می شویم. الحمدلله افغانستان در اذهان ما جا دارد و با هر حادثه ناگوار در این کشور ما غمگین می شویم. آغاز مذاکرات در این هفته های اخیر میان حکومت افغانستان و طالبان و سایر طرف ها سبب خوشی ما شده. هر آنچه که شما را خوشنود بسازد ما را نیز خرسند می سازد و هرچه سبب ناراحتی و درد شما می شود ما را نیز غمگین می سازد. ما با شما هستیم و رویدادها را تعقیب می کنیم. افغانستان تتحاور به حکومتها و به حرکت طالبان و ربما به اطراف اخرى، فنحن نفرح لما يفرحكم و نحزن اذا اصابكم اي اذى، فنحن متابعين و معكم. نظر شما در مورد جنگ جاری میان حکومت افغانستان و طالبان چیست؟ هر دو طرف جنگ مسلمان و افغانند. طرف خارجی حالا وجود ندارد. موقف شما در این مورد چیست؟ نعم. الان و هذا قلته لبعض الاخوه من طالبان لم يبقى اي سبب و اي مصور شرعي للحرب. با برخی از برادران طالب گفتم که هیچ سبب و دلیل شرعی برای جنگ وجود ندارد. جنگ کنونی حتی اگر به قتل یک نفر هم به انجامد مخالف اسلام و شریعت است. حالا افغانان میان خودشان هستند. تمامی افغانها، نه تنها حکومت و طالبان، بلکه تمامی طرفهای افغان. در افغانستان شخصیتها، علما و جریانات بسیار وجود دارند که همه باید به تفاهم برسند. این یک امر ضروری است. کسی که راه تفاهم را در پیش نمی گیرد باید کنار برود. حالا وقت تفاهم فرا رسیده است و این تفاهم اجباری و شرعی است. جنگ دلیل شرعی ندارد. قتل یک فرد هم جواز ندارد. بنابراین نخست باید جنگ توقف داده شود و مذاکرات به منظور ایجاد دولت جدید و نشان دادن یک افغانستان مترقی و اسلامی و نشان دادن یک افغانستان پیشرفته و اسلامی به گونه ای که ما دوست داریم، که در قضایای جهانی سهم داشته باشد و روابط خارجیش را بسازد و پیش برود. لذا جنگ کنونی جواز شرعی ندارد. طوری که می دانید روزانه حدود 30 الی 40 و یا بیشتر از این افغانها کشته می شوند. از دیدگاه شرعی قتل آنها را چگونه ارزیابی می نمایید؟ حکم شریع و احکام شریع فی هذا الخصوص. قتل نفس بغیر الحق، قتل نفس بغیر حق. کشتن یک فرد بدون حق، تنها یک فرد به حق نزد خداوند متعال بعد از کفر از بزرگترین گناهان است. لذا کشتن یک فرد انسان را در موقف بسیار دشوار در نزد خداوند قرار می دهد. چی رسد به کشتار روزانه؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید بدین مفهوم که انسان هرگاه مرتکب سایر گناهان شود راه بیرون رفت دارد، یا از راه طلب مغفرت از الله و یا کنار آمدن با بندگان او. مگر وقت انسان شخص بیگناه را به قتل می رساند، راه های بیرون رفت از این گناه تنگ می شود و در جایگاه بسیار دشوار قرار می گیرد. لذا قتل مسلمان موضوع بسیار بزرگ می باشد. با صراحت کامل می گویم گناه قتل مرتکب خود را در درهای جهنم قرار می دهد. و هذا يكون في ورطة شديدة امام الله تبارك وتعالى. فقتل المسلم يعني شيء عظيم وشيء خطير وجسيم ويضع صاحبه على ابواب جهنم بكل صراحه. كما تفضلتم وقلتم بان الحرب الجاريه قسمی که فرمودید جنگ جاری میان افغانان دلیل شرعی ندارد و جهاد گفته نمی شود. پس آیا آن را جنگ میان افغانان و یا چی می نامید؟ نسميه جرائم. هذه جرائم. القتل الان هو جرائم.
آن را جرائم می نامیم. کشتار و قتل کنونی جرم است. به هر اندازه ای که انسان مرتکب قتل شود، به همان اندازه مرتکب جرائم می شود. هرگاه انسان مورد حمله قرار بگیرد، می تواند از خود دفاع کند. مگر کسی که حمله را آغاز می کند و جنگ را آغاز می کند، قاتل، مجرم، تجاوز کننده و خونریز می باشد. این اوصاف است که در شریعت برای قاتل وجود دارد. طبعا موضوعات دیگر است که احیانا یک گروه بغاوت می کند. چنانچه خداوند متعال در سوره حجرات می فرماید اگر دو گروه از مسلمانان با هم جنگ کردند میان آنان صلح کنید و اگر یک گروه بر گروه دیگر بغاوت کرد با آن گروه بجنگید تا دستور خداوند را بپذیرند و میان آنان با عدالت صلح کنید که خداوند عادلان را دوست دارد. این امر ارتباط می‌گیرد به یک دوره موقت و کوتاه که هر دو طرف دارای نظر خاصی بوده و شیطان اختلاف میان آن دو را به اوج می‌رساند و سبب کشتار میان آنان می‌شود. این موضوع شاید برای یک یا چند روز باشد و سپس در اثر مداخله طرف سوم موضوع حل می‌شود. ولی اگر یک طرف بغاوت کند و طرف دیگر به حق باشد، طرف باقی نخواهد بر راه درست تن دهد، باید با طرفی که بغاوت کرده وارد جنگ شویم تا بر راه راست برگردد. وقتی بر راه درست و صحیح برگشتند، حقوق را به اهل آن می سپاریم. اما جنگی که برای سالهای طولانی ادامه داشته باشد، هرگز در ضمن این آیت داخل نمی شود، بل تجاوز، فتنه و جرایم سازمان یافته تلقی می شود. اما حرب مستمره لسنين طويله هذه لا تدخل في هذه الايه ابدا وانما تدخل في العدوان والفتنه والجريمه المنظمه. یک نوع حملاتی که ما آن را حملات انتحاری مینامیم و طالبان آن را حملات استشهادی میگویند. آیا این نوع حملات اصل شرعی دارد؟ اولا كما قلت عمليات قتاليه. نخست طوری که قبلا گفتم عملیات جنگی علیه مسلمانان در مورد افغانها در شرایط کنونی توجیه و مبنا ندارد. نه انتحاری و نه استشهادی و نه هم از طریق جنگ روبرو و اینها از جمله کارهای حرام هستند. بر علاوه وقت انسان خود را می کشد این جرم دیگر است و وقت کسی دیگر را می کشد مرتکب جرم می شود. ولی وقت خود را نیز می کشد مرتکب جرم دیگر هم شده است. دست زدن به این عملیات در وقتی که مسلمانان در مقابل یک دشمن تجاوزگر و اشغالگر غیر مسلمان قرار می‌گیرد مورد اختلاف علمای سابق و معاصر است که آیا این عملیات استشهادی است یا انتحاری. و برخی از علما میگویند که اگر مسلمانان قوا و جنگجویان دشمن را هدف قرار دهند و خودکشی هدفشان نباشد اما در نتیجه این حمله کشته شوند، این عمل پذیرفتنی است. اما حالا ما از جنگ میان مسلمانان سخن میگوییم، چی طالبان باشند، چی القاعده یا داعش یا هر طرف دیگری. هر کسی دست به کشتن مسلمانان میزند، خواه در افغانستان باشد یا جای دیگر، او متجاوز و مجرم است. هر نامی که به این عمل انجام شده بدهد و از هر راهی که آن را انجام كذا او بهذه الطريقه او بهذه الطريقه